مردم شناسی همین گونه نام گرفته است تالاری نوی نمایشی در آثارخانه ملی که همینک برای تماشابینان کشاده شد. در تالاری جدیدی این مؤسسه فرهنگی زیاد از 900 مواد مربوط به مردم شناسی به معرض دید برآورده شده است. نگاره های این گوشه تا امروز در فوند آثارخانه نگاه داشته می شدند و باری هم پیشکش مهمانان نگردیدند. در مراسم افتتاح تالاری نو روبریت و نمایندگان اکادمی ملی علم های تاجیکستان، کمیته کاربوزانان و ویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مؤسسه دولتی کتابخانه ملی و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی اشتراک نمودند. دایرکتوری آثارخانه ملی ابراهیم زاده ظفرشاه در سخنرانی خود ذکر نمود که تالاری مذکور دائم عمل کننده بوده، انعکاسگری طرز زیست و زندگانی، عرف و عادت و مدنیت مادی و معنوی خلق تاجیک میباشد که در معرفی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت نقش مؤثر خواهد گذاشت. همزمان قید گردید که آثار مذکور افادگری هنری والای قدیمه زنان و مردان تاجیک بوده، در جلب مهمانان و سیاحان خارجی نقش مؤثر میگذارد. در این تالار وابسته به هنرهای مختلف نیاگان مردم تاجیک که از آثار تاریخی بر اعلی مشاهده کرده میشوند، پیشنهاد تماشابینان داخلی و خارجی گردانده شده است. این هم باز هم در سطح شایسته معرفی نمودنی آثار هنرمندی مردم تاجیک بوده، با این واسطه معرفی نمودن تاریخ و فرهنگ پرغنوات ملت تاجیک برای قشرهای گوناگون جامعه و مهمانان و سیاحان خارجی محسوب می‌یابد. هدف از تشکیل چنین نمایشگاه این پیش از همه با جهانیان با خارجیان شناس کردن هنرهای ملت تاجیک و از طرف دیگر باشد در با جوانان خود تاجیکستان معرفی کردن یعنی همین هنرها و نگاه داشتن آنها در منطقه می باشد. آثاری در تالار به تماشا برآورده شده مربوط به هنرهای گلدوزی، چکندوزی، چوبگری، چرمگری، آهنگری، زرگری، چیدگری، زردوزی و غیره ها بوده. از تاریخ کهن این هنرها و مهارت بلند هنرمندان درک می‌دهد. نمونه هنر زرگری از جمله گوشوار، انگشترین، دستپونه، گردنبند، کمربند، قلف گریبون، پیشانه‌بند، تومورگردن و امثال اینها در گوشه آخرین تالار مذکور پیشنهادی تماشابینان آثارخانه گردانیده شده است. افتتاح تالار مردم شناسی امکان می‌دهد تا هنرهای مردمی تاجیکان باز هم بیشتر معرفی کرده شوند.